در آمریکا بسیاری با نگاهی غیر منصفانه به ایران می‌نگرند. کشوری ناامن با مردمی نامهربان. برنامه تلویزیونی دیلی شو با اجرای جان استورت که یک برنامه طنز خبری است، دو نفر از کارکنانش را به ایران فرستاد. به امید آنکه دید آمریکاییان را نسبت به ایران تغییر دهد. اینکه این دو نفر چگونه هدف و برنامه خود را برای مردم ایران شرح دادند را بهتر است از زبان خودشان بشنویم. این یه برنامه طنز خبریه. معمولا ما جلوی صفحه مجازی گزارش میدیم، ولی خب رئیسمون آدم مزخرفیه. مواظب باش جیسون، ارزششو نداره. پس از تقریبا یک سال برنامه ریزی، جیسون جونز، خبرنگار ارشد بین المللی و تیم گرینبرگ، تهیه کننده، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به ایران سفر کردند. کار آنها از این جهت جالب بود که تنها برنامه خبری غیر واقعی بود که خبرنگارانش را برای تهیه گزارش در مورد ایران واقعا به ایران فرستاد و آنها با مجموعی از گزارش به آمریکا بازگشتند. ما سعی کردیم نگاه کلیشه‌ای آمریکایی را به ایران را عوض کنیم. مثلا این طرز فکر که ایران کشوری ترسناکه، مردماش از ما متنفرن، همشون تروریستن. ما هیچ وجه مشترکی با مردم ایران نداریم. ما سعی داشتیم این ذهنیت رو تغییر بدیم. البته بعد خودمون همش رو تجربه کردیم. در واقع نتونستیم کلیشه ها از بین ببریم چون همش درست بود. سخت بود. مجبور شدیم یه عالم دروغ بگیم. American people are nice people. Yeah, I like America. The people are really friendly, very good. Very good people. I like the people. I have friends in America. The thing that surprised me the most was that چیزی که واقعا منو به تعجب واداش این بود که مردم ایران سری شوخی ما رو میگرفتن. چون ما خیلی کارهای عجیب میکنیم وقتی میریم برای تهیه گزارش. از مردم سوالای مسخره میپرسیم. نه بابا. مردم نمیفهمن ما در مورد چی حرف میزنیم. گاهی بهشون بر میخوره. ولی ایرانی ها کم و بیش خیلی سری میفهمیدن ما چه کاره ایم و از کجا اومدیم و شوخی های ما رو میفهمیدن. ما هم خوشحال بودیم که داریم این کار رو انجام میدیم. چه غار قشنگی دارین. گاهی اوقات آمریکایی‌ها به نیابت ایرانی‌ها ما رو مورد مثلا انتقاد قرار میدن. میان به من میگن به چه حقی اونا رو اینجوری مسخره میکنی؟ منم میگم من مسخره نمیکنم، طعنه میزنم. بعد طرف میگه میدونم، من میفهمم، اونا نمیفهمند. خب اینجاست که هدف ما ثابت میشه که آمریکایی‌ها فکر میکنن ایرانی‌ها احمقن. احمق. آره درست برعکس، اونا بهتر از آمریکایی‌ها شوخی ما رو میفهمن. اونا خیلی سریعتر از آمریکایی‌ها میگیرن اصلا. حالا در نظر بگیر با مانعی که زبان براش ایجاد میکنه بهتر از آمریکایی‌ها شوخی ما رو میفهمم و این نشون میده که ایرانیان نسبت به اونچه آمریکایی‌ها فکر میکنن بسیار پیشرفته ترند. من به تهیه کننده برنامه تیم گرینبرگ قول دادم که تا زمانی که من باهاش هستم از هیچ چیز نترسه. ما یه سال در مورد سفر به ایران حرف می‌زدیم، برنامه‌ریزی می‌کردیم. ایران کشور خارق‌العاده‌ای، ما می‌خواستیم برخی از موانع موجود از سر راه برداریم. من زن و بچه دارم، لطفاً کاری به من نداشته باشی. آمریکایی‌ها نسبت به اون چه در ایران می‌گذره آگاهی اندکی دارن. برای همین ما خیلی نگران و مضطرب بودیم که اونجا چی در انتظارمونه. خودم رو غرق در آداب و رسوم و غذاهاشون کردم. بعد از هر مصاحبه و جلسه چای می‌خوردیم. اگه نمی‌شستی برای چای بهشون برمی‌خورد. ما برنامه فشرده‌ای داشتیم. 4-5 تا مصاحبه می‌کردیم هر روز. هر بارم هر کاری می‌کردیم باید حتما چای می‌خوردیم. وسط هم بچه‌های ما هم می‌خواستن چای بخورن. منم می‌گفتم بابا من نمی‌تونم دیگه چای بخورم. ببخشید ولی دندونام زرد میشن. همین الانم خودم خیس کردم. نگاه کن چون نمی‌رم توالت عمومی ایرانی. میدونم ولی وقتی چنبات میزنی بهتره. ولی دوست ندارم، دلم میخواد وایسم وقتی اون کارو میکنن. دوست ندارم. راست میگی. اینجوری میگم، من همین کارو میکنن چون راحت تره. میگن متوجه نکته نشده. برای همین اون سوراخا رو دارن. برای من دوست ندارم. من دوست ندارم. من میکنم، برای مهم نیست. آخه تو کدوم کشوری شیلنگ آبخوری رو میذارن کنار توالت؟ احمقانه است. مونده بودیم چی کار داریم میکنیم ما؟ منظورت چیه ما؟ من کردم. تو چه کاری نکردی؟ من کردم. آره مونده بودیم این جیسون چی کار کرد؟ چه بیماری هایی رو رو لبم گذاشتم. این خیلی چیزا رو تو دهنش میکنه. این بدترینش بود تا حالا. یه شلنگی که معلوم نیست چه استفاده ای ازش کردن دهن من. جیسون is willing to suck on a bidet hose. اگه جیسون حاضر برای بهبود روابط دو کشور شیلنگ توالت رو توی دهنش بکنه، شاید واقعا یه راهی پیدا بشه برای اینکه بتونیم بالاخره با هم کنار بیایم یه جورایی. به عنوان تنها آمریکایی در این سالن من ترسیدم.
با اینکه تمرکز جیسون و تم بیشتر بر طنز و سیاست بود، ولی در لحظاتی نیز تحت تأثیر انسانیت، مهربانی و مهمان نوازی ایرانیان قرار گرفتند. یه روز بعد از ظهر با یه خانواده خیلی خوب گذروندم که درست عین خانواده آمریکایی بودن. همون آداب، همون فضای خانوادگی. در نهایت رفتیم راه بریم، رسیدیم یه زمین بازی. یکی از زیباترین جایی بود که تا حالا دیده بودم تو زندگیم. یه پدر به بچهش داشت یاد میداد که راه بره. یه خانم چادری با دختر کوچیکش سوار الا کلنگ بود. لحظه بسیار خارق‌العاده‌ای بود برای من. اشک تو چشام جمع شد وقتی میشنوم که بعضیا میخوان رو سر این مردم بمب بریزن. با خودم میگم آخه شما دیوونه اید، مشکلتون چیه؟ آخه چجوری اصلا به فکرتون خطور میکنه که این آدما میتونن به شما آسیب برسونن؟ اینا همه دنبال همون چیزی هستن که ما دنبالش هستیم، یه زندگی امن، شاد، لبریز از کامیابی. رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران جیسون و تم را شوکه کرد. آنها متوجه شدند که داشتن نگاهی طنزآلود در زمان اضطراب و آشوب بسیار دشوار است. تخصص ما در طنزه، هرچند در پس طنز همون معنا و مفهومی پنهانه. ولی جریانات ایران از مرز طنز عبور کرد، چون اصلا دیگه بامزه نبود. همه چیز از کنترل ما خارج شد. یکم ناراحت و مشکل بود که شاهد رویدادهای جدی باشی و هنوز بخوای طنز پردازی کنی. ولی وقتی اونجا بودیم همه چیز به نظر کمی آسان‌تر میومد. با وجود سالها دوری دو کشور ایران و آمریکا از یکدیگر، تهیه مجموعه‌ای طنز توانست نگاه تبعیض‌آمیز آمریکایی‌ها نسبت به ایرانیان را کمی تغییر دهد و نشان دهد که مردم ایران باهوش، محترم و بامزه هستند. این دو خبرنگار پیامی برای مردم ایران دارند، به خصوص برای آنان که در این سفر ملاقات کردند. تشکر می‌کنیم از اینکه میزبانان خوش‌رو و مهربانی بودید، از اینکه درهای منازلتون، کتابخانه‌هاتون، مدرسه‌هاتون و کافی شاپ‌هاتون رو به روی ما گشودید و اجازه دادید که من بیام تو هر کاری دلم می‌خواد بکنم. ممنونم. مهمان نوازترین انسان‌هایی که من تو زندگیم دیدم در ایران بود. امیدوارم که همتون امن باشید و اوضاع رو به راه بشه، چون در حال حاضر همونطور که می‌بینید شرایط خیلی بده. و اینکه بدونید همیشه نه فقط در قلب ما، بلکه در قلب همه مردم جهان میمونید. بدونید که فراموش نشدید و ما همه امیدواریم که اوضاع رو به راه بشه.